دولت که نمیتونه از یه طرف با آمریکا مبارزه کنه، از یه طرف حواسش به راست و چپ باشه. انتقاد روحانی از جناح رقیب برای آنچه او سوء استفاده سیاسی از شرایط اقتصادی خوانده. هشدار سازمان ملل درباره افزایش گرسنگان در جهان، در یک سال 17 میلیون نفر بر تعدادشان اضافه شد. و خلق آثار هنری با همکاری هنرمندان افغان و ایرانی، الینا مجموعه‌ای با الهام سوزندوزی افغانستان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. رئیس جمهوری ایران میگوید بحران اقتصادی فقط به دلیل تحریم‌های آمریکا نیست، بلکه دلایل داخلی هم دارد. به گفته حسن روحانی، بعضی صادرکنندگان ارز خود را به بازار ثانویه نمی‌فروشند یا با تأخیر این کار را می‌کنند. او این کار را خیانت خوانده. آقای روحانی گفته کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا و متحدانش است و جناح‌ها باید به جای رقابت و انتقام‌گیری با دولت همکاری کنند. جزئیات بیشتر از باران عباسی. تو بازار ارز شما التهاب می‌بینید. سخنان حسن روحانی بعد از یک هفته نوسانات شدید نرخ ارز، هفته‌ای که دلار برای مدت کوتاهی در بازار غیررسمی حتی به 15,000 تومان رسید. بخشی از التهابات داخلیه، یعنی صادرکننده‌ای که باید ارزش رو امروز، صادرکننده دولتی حتی، شرکت دولتی خصولتی، ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار بده سب میکنه 48 ساعت بعد میده. حالا دلیلش من اینجا نمیخوام بگم چرا. هفته پیش نرخ دلار در بازار غیررسمی ظرف 5 روز از 11250 تومان به 14000 تومان رسید، هرچند که در روزهای بعد کمی پایین آمد. بانک مرکزی اما میگوید معیار بازار ثانویه یا همان سامانه نیماست که عرضه حاصل از صادرات در آن به وارد کنندگان فروخته می شود. از طریق بازار ثانویه که در واقع سامانه نیما هست، نزدیک 1.3 میلیارد دلار عرضه شده توسط صادرکنندگان غیر نفتی که با متوسط قیمت حدود 9000 تومان برای هر یورو در اختیار وارد کنندگان عزیز قرار گرفته. اما به گفته حسن روحانی این تنها بخشی از ارزی است که باید وارد بازار ثانویه می شده. 40 میلیارد دلار ما صادرات غیر نفتی داریم حدوداً، حالا یه خورده بیشتر یا یه خورده کمتر. باید 20 میلیارد این می آمده در بانک مرکزی و در سامانه نیما. چقدرش آمده؟ الان نمیخوام بگم. چقدرش باقی مونده؟ چرا؟ کی مسئوله؟ اینم میخواییم به گردن آمریکا بذاریم؟ بالا رفتن نرخ دلار چه در اثر تحریم‌های خارجی باشد و چه سودجویی‌های داخلی باعث افزایش شدید قیمت‌ها و کمیاب و نایاب شدن بعضی کالاها شده. برای پاسخ به سوالات نمایندگان محترم، فشار روی دولت بالا رفته. نمایندگان وزیران کار و امور اقتصادی را برکنار کرده و حسن روحانی را هم برای توضیح به مجلس کشاندند. چه اتفاقی افتاده که بازار ما به هم می‌ریزه؟ تحریم ها تهدیدش بوده، هنوز که نفت تحریم نشده، صدور نفت ما که قطع نشده، ورود دلار که قطع نشده به کشور. رئیس جمهوری اما به نظر میرسد در مقابل فشارهای خارجی راهی جز سازش با منتقدان داخلی ندارد. امروز جنگ اقتصادی است. امروز نه روز گله هست، نه روز رقابت است، نه خدای ناکرده روز انتقامه. پاسخی به انتقادها که چرا برخلاف وعده‌اش در مجلس از ناگفته‌ها و حرف‌های پشت پرده چیزی به زبان نیاورد. من خودم بلد بودم. اگر شرایط ما شرایط صلح بود، اگر دشمن به میدان نیامده بود، بله من جور دیگه صحبت می‌کردم. سخنان رئیس جمهوری که می‌گوید نیازمند حمایت همه است، حتی آنهایی که شاید خود به مشکلات اقتصادی دامن زدند. دولت که نمیتونه از یه طرف با آمریکا مبارزه کنه، از یه طرف حواسش به راست و چپ باشه. باران عباسی، بی بی سی. چند طرف به جنگه؟
گرسنگی در جهان نه تنها کمتر نشده، بلکه در 3 سال گذشته افزایش هم داشته. آنگونه که سازمان ملل متحد میگوید تنها در 1 سال گذشته 17 میلیون نفر بر شمار گرسنه‌های جهان اضافه شده. به گزارش سازمان ملل، تغییر اقلیم، جنگ و تبعیض جنسیتی 3 عامل بیشتر شدن گرسنگی به ویژه در میان زنان و کودکان است. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. قرار بود اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، گرسنگی تا سال 2030 ریشه‌کن شود. اما حالا سازمان ملل میگوید شاید این اتفاق نیفتد، زیرا پیشرفت در مبارزه با گرسنگی نه تنها بهتر نشده، بلکه به حد و حدود 10 سال پیش برگشته. دلیلش هم تغییر اقلیم، یعنی گرمتر شدن کره زمین که باعث سیل و خشکسالی و قحطی‌های بیشتر شده. تغییر اقلیم موضوع تعیین کننده عصر ماست. خطری که ما با آن روبرو هستیم یک خطر موجودیتی است. تغییر اقلیم به سرعت در حال رخ دادن است و این زنگ‌های خطر را در سراسر جهان به صدا درآورده. اگر ما تا سال 2020 کاری نکنیم، قادر نخواهیم بود در برابر وخیم‌ترین عواقب تغییر اقلیم تاب بیاوریم و نتیجه آن یک فاجعه برای ما و برای همه منابع طبیعی است که ما از آنها تغذیه می‌کنیم. طبق آمار سازمان ملل، تعداد گرسنه‌های جهان سال پیش به 821 میلیون نفر رسید. این رقم را مقایسه کنید با آمار سال قبل از آن که تعداد گرسنه‌های جهان 804 میلیون نفر اعلام شد. یعنی تنها ظرف 1 سال 17 میلیون نفر به تعداد گرسنه‌های دنیا اضافه شده. مانند همیشه بیشترین و بدترین تأثیرهای گرسنگی در کشورهای فقیر و محروم رخ می‌دهد. کشورهایی که به دلیل نداشتن زیرساخت بیش از همه در معرض تغییر اقلیم و حوادث طبیعی قرار دارند. مشخصا همه ذهن‌ها به سمت آفریقا می‌رود، جایی که بار اصلی گرسنگی در جهان را بر دوش می‌کشد. 60 میلیون نفر در آفریقا محتاج کمک‌های فوری بشر دوستانه هستند تا از گرسنگی نمیرند. در گزارش سازمان ملل آمده که اگر بخواهیم به هدف ریشه‌کنی گرسنگی تا سال 2030 برسیم، باید سیستم تولید غذا و امرار معاش انسان‌ها را در برابر تغییر اقلیم و متغیرهای آب و هوایی مقاوم کنیم. مقاومت‌سازی و سازگاری با تغییر اقلیم بخشی از توافق جهانی پاریس برای مقابله با گرمتر شدن زمین است. اما در گرسنگی هم تبعیض محدود به جغرافیا نیست. سازمان ملل میگوید تبعیض جنسیتی، یعنی محرومیت از تحصیل و بهداشت و سرمایه، باعث شده زنان و کودکان طعمه اصلی هیولای گرسنگی باشند. سیاوش اردلان، بی بی سی. بایومتریکس یا ثبت مشخصات افراد به طور روزافزون در افغانستان افزایش یافته. مشخصات حدود 5 میلیون نفر از جمله نیروهای ارتش، پلیس، کارمندان دولت و مجرمین در بانک مرکزی اطلاعات افغانستان ذخیره شده. بر اساس برنامه دولت قرار است مشخصات تمام شهروندان افغان وارد سیستم بایومتریک شود. سوال این است که بایومتریک چیست و چه کمکی به حکومتداری در افغانستان می‌کند؟ سوال مهمتر دیگر این که کلید این بانک اطلاعات در دست کیست؟ جزئیات بیشتر از صفی الله امینزاده از کابل. هوا به شدت گرم است و صف برای ثبت مشخصات طولانی. در کنار اطلاعات شخصی این متقاضیان، عکس چشم و نشان انگشت آنها هم گرفته می شود. تا حال مشخصات میلیون ها نفر از جمله نظامیان، زندانیان و دارندگان گذرنامه های دیجیتالی ثبت شده. بخش عمده شهروندان اینجا بایومتریک می شوند. سپس اطلاعات آنها در بانک معلومات وزارت داخلی افغانستان ذخیره می گردد. تنها در کابل روزانه برای نزدیک به 2000 نفر پاسپورت توزیع می شود. از آغاز که پروسه پاسپورت های دیجیتالی و کامپیوتری آغاز شد در افغانستان، تا فعلا ارقامش به بیشتر از 3.5 میلیون پاسپورت است. صدور مجوز برای فعالیت های مختلف، از حمل اسلحه تا گشایش شرکت، از استخدام در ادارات دولتی تا شرکت در کنکور، همه مشروط به ثبت مشخصات بایومتریک است. کار ما بسیار زود اجرا شد. دیگه بعد بایومتریک خلاص شدیم، حالا میریم به مرحله پروسس بعدی. مشخصات شهروندان از حدود 100 مرکز بایومتریک وارد بانک اطلاعات وزارت داخله می شود.
بیشتر با هدف مبارزه با جرایم و جلوگیری از ناامنی ها. افراد از ارگان های مختلف میان. به خاطر عقد عدم مسئولیت از ارگان های مختلف عنوان ریاست مبارزه با جرایم جنایی یک استعلام یا مکتوب چیزی میارن. بعد از پروسیشن تایمرایل میشه. ولایت هم در بعض ولایت ها سیستم های ما فعال است. ولایت های دوردست مثلا ولایت مزار شریف است، هرات است، ننگرهار است. به خاطر سهولت مراجعین وجه سیستم های ما فعال است. همین خدمات که ما ارائه میکنیم ولایت کابل همین خدمات که ما ارائه میکنیم و هم خیلی ارائه میکنیم هیچ مشکلی نیست. واشنگتن کابل را در مدیریت این برنامه کمک میکند. اما سوال در مورد امنیت این اطلاعات وجود دارد. وزارت داخله ادعای دسترسی آمریکا به اطلاعات شخصی افراد را رد میکند. اونا قطعا دسترسی ندارن و صرف در قسمت تعلیم و تربیه پرسنل ما اونا کمک و همکاری میکنند. بر اساس آخرین آمار احصایه مرکزی افغانستان، جمعیت کشور به بیش از 31 میلیون میرسد. بزرگترین برنامه دولت برای ثبت مشخصات بایومتریک افراد توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی است، برنامه‌ای که در شروع با مشکل برخورده. صفی‌الله امین‌زاده، بی بی سی، کابل. به گفته وزارت صحت افغانستان، بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که حدود 9% جمعیت این کشور تمایل به خودکشی دارند. این وزارت برای مقابله با این وضع استراتژی ملی 5 ساله‌ای را تدوین کرده. زینب آوین خبرنگار ما در کابل می‌گوید که در روز جهانی پیشگیری از خودکشی، یک دختر 13 ساله در ولایت تخال در شمال شرق افغانستان دست به خودکشی زده. یعنی دختر خونه حال نیو یعنی با هدف خوب که برسید حالا کم میگه درد ترک شدن از سوی نامزد. این بانوی جوان را در ولایت غربی هرات تا سانه مرگ پیش برد. 7 سال منتظر نامزدش مانده، اما سرانجام دست رد به سینه‌اش زده شده. هرات با بیشترین آمار اقدام به خودکشی با ویژه در میان زنان و دختران شهرت دارد. در سال جاری 400 مورد اقدام به خودکشی در این ولایت ثبت شده که 5 مورد منجر به مرگ آنان شده. به دلیل تابو بودن خودکشی در افغانستان، ارائه آمار دقیق در این مورد دشوار است. تا 7 ماه سال 1397 به تعداد 62 مورد قضیه خودکشی توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان مستند شده که بیشتر در ولایت جنوبی افغانستان هستند و چند تا قضیه هم ما در مناطق مرکزی هم داریم. در ولایت بدخشان چند قضیه ثبت شده بود. البته تعداد کل قضایایی نیستند که در سراسر افغانستان ما ادعا بکنیم که زنها به همین تعداد موارد بوده که دست به خودکشی زدند. موارد بیشماری هستند که مستند نمیشه و اینا حتی به شفاخانه ها همچنان مراجعه نمی کنند. ناهنجاری های اجتماعی ناشی از 4 دهه جنگ، مهاجرت، معلولیت، فقر و خشونت های خانوادگی در افغانستان باعث شده که بخشی از اعضای جامعه به فکر خودکشی بیفتند و یا اقدام به خودکشی کنند. حالا یک دغدغه مهم نهادهای صحی این است که چطور مانع خودکشی این افراد شود و یا این تصویر را از ذهن آنها پاک کند. پیدا کردن راه حل های کارآمد برای از بین بردن عوامل مختلف خودکشی بخشی از استراتژی ملی 5 ساله وزارت صحت افغانستان است. تجارب ما در پالوی ازی کارا که ما میکنیم که افسردگی را تداعی میکنیم، مریضا را باهاش صحبت میکنیم، این بود که عامل خودکشی که است دیگه جای است. خودکشی تنها یک موضوع صحی نیست، یک معضله اجتماعی است. بسیار کسایی که مریض روانی هستند شاید خودکشی کنند، اما از او که بسیار کسای دیگه شاید هیچ مریض نیستند اما دست به خودکشی میزنند. به طور مثال وقتی یک کسی خبر میشه که در امتحان ناکام مانده یا قربانی یک ازدواج ناخواسته شده و یا قرار است فامیلش را در بد بدن، اینجا تصمیم آنی میگیره برای خودکشی. خودکشی دومین عامل اصلی مرگ در جهان است و سالانه جان بیش از 800 هزار نفر را میگیرد. 75% موارد خودکشی در کشورهای با درآمد سرانه پایین و متوسط اتفاق می‌افتد. اتحادیه بین المللی پیشگیری از خودکشی به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خودکشی برنامه آگاهی دهی جهانی را آغاز کرده. زینب آوین، بی بی سی، کابل.
7 سال پیش موزه بریتانیا نمایشگاهی برگزار کرد با گنجینه ای از جواهرات که از جنگ های افغانستان جان سالم به در برده بود. از سیما وزیری هنرمند ایرانی هم دعوت شد مجموعه مرتبط با آن نمایشگاه بسازد و کارهایش را به فروشگاه این موزه ببرد. تمام قطعات مجموعه او خیلی زود فروخته شد. سیما وزیری تا امروز هم جزء پرفروشترین طراحان جواهر در موزه بریتانیا است. تازه ترین مجموعه او الینا نام دارد، نام دختری پشتون در افغانستان. این مجموعه با الهام از هنر سوزندوزی اقوام مختلف افغانستان ساخته شده است. ناجیه غلامی در لندن با سیما وزیری به گفتگو نشست. 16 ساله بود که به لندن آمد با یک چمدان لباس برای تعطیلات تابستانی. فکر نمی کرد اینجا برای همیشه خانه اش شود، ولی شد و خاطرات سرزمینش با او ماند. خاطراتی که این روزها در کارگاهش در کنار رود تیمز با تکه هایی از عقیق، لاجورد و فیروزه در هم می آمیزد و به شکل جواهری قیمتی به خانه مشتریان اغلب اروپاییش می رود. دلیلی که من شروع کردم که کارهای جواهرسازی بکنم این بود که من می‌خواستم که گذشته خودم و چیزایی که خاطراتم بود از گذشته اینا رو به عنوان جواهر در بیارم و معنا داشته باشه. شبا که من روی بام می‌خوابیدیم از گرمای تابستون، قبل که روز شب بشه رنگ آسمون رو بهش می‌گفتیم لاجوردی و من همیشه اینو دوست داشتم و بعد متوجه شدم که اصلا سنگی هست به اسم لاجورد و مثلا عقیق همیشه مادرم تسبیح دستش بود. تسبیح یه مهرش فرق میکرد با مهرهای دیگه و همیشه برام جالب بود که چرا این فرق میکنه. بعد مشخص شد که برای اینکه وقتی که دعا میخونید شماره میندازید، وقتی به اون میرسید میدونید چند بار رفتید. این چیزای خیلی کوچیکی بود ولی تو دل من بود، تو فکر من بود. بریتانیا 7 سال پیش همزمان با نمایشگاهی از گنجینه جواهرات افغانستان از سیما وزیری دعوت کرد کارهایش را برای فروش به این موزه ببرد. این طور بود که داستانهای او با قصه افغانستان گره خورد. تازه ترین مجموعه جواهرات سیما وزیری هم روایت دیگری است از افغانستان به دعوت بنیاد فیروزکوه در کابل. شروع کردم تحقیق کردن، اولا راجع به قوم‌هایی که توی افغانستان هست و سعی کردم چیزای مثبتش رو نگاه کنم، چون به اندازه کافی چیزای منفی زیاد داریم توی دنیا. متوجه شدم که هر قومی یه طرح مخصوص داره توی پارچه‌ها و لباس‌هاشون. تمرکز کردم رو قوم‌های بزرگ مثل پشتون، ازبک، ترکمن، هزاره، بلوچ، نورستان، همه رو نقاشی کردم، یعنی از روشون کشیدم و سعی کردم که بتونم اینا رو روی یه حالت جواهری بهش بدم. داستان زن افغان که آینده را برای کودکش می‌دوخت، کم کم تکه های کوچک مجموعه تازه جواهرات سیما وزیری را تکمیل کرد. اینکه مادر برای دخترش بخچه میدوزه، رو کوسنی درست میکنه، پرده با تمام کارهای سوزنی، حتی مثلا یه بخچه هایی که به دیوار آویزون میشه، طرحهای انار برای اینکه امیدوارن که دخترشون یا عروسشون بچه دار شه، روی این کوسن ها میدوختن. یا گل، نمیدونم، کوه، خورشید، حیواناتی که در دورشون بودن، اینا تمام گلدوزی میشد. برام خیلی جالب بود چون من صدای زنای افغانستان رو هیچ وقت به گوش نشنیده بودم ولی یه دفعه به چشم دیدم. این آرزوهاشو برای اینا دگر داشته، حتی بعد از رفتنش اینا هستن تو این خونه. و هنرمند در میانه این جستجو دوباره برمیگردد به داستان مادر خودش و آن را با آرزوی مادر افغان در یک سنجاق قفلی به هم پیوند می‌زند. من یادمه که مادرم به من گفتش که این یه سنجاق قفلی به من نشون داد، گفتیم تو بچه، این مال بچگیته. روش یه دونه الله بود، یه دونه پارچه بود و یه چیزای دیگه هم بود که دعا بود. اینو بر بچه‌ها، دعاهایی که مادر داره اینا میذارن
و میذارن پشت بچه که دست نزنه وقتی زخمی بشه. همیشه تو فکرم بود که من حتما باید توی جواهرات هم یه دونه همچین چیزی درست کنم و برای من هیچی بهتر از این جریان نشد که قوم‌های مختلف بود و چطوری قوم‌ها رو بیارم همه رو روهم و یک جا بذارم و در نتیجه سنجاق قفلی خیلی بزرگ درست کردم و از هر قومی یک سمبل سوزندوزیش رو انتخاب کردم بهش گذاشتم و جایی که قفل میشد یه سکه درست کردم، تمام اسم قوم ها رو دور این سکه نوشتم و وسطش نوشتم افغانستان و اینو به عنوان سنجاق قفلی یا سنجاق سینه صلح در افغانستان اسم گذاشتم. هزار بار میشه تعریف کرد و هر بار از یه زاویه تازه بهش نگاه کرد. اگه به قصه افغانستان با سوزندوزی و گلدوزی زنای افغان نگاه کنیم، یه قصه است پر از رنگ، پر از عشق، پر از آرزوهای خوب برای صلح. ناجیه غلامی، بی بی سی. آثار یک نقاش جوان تاجیک که زنان و دختران را به صورت نیمه برهنه به تصویر کشیده، بحث‌های زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. معرفت دولتوا گفته که او بعد از پخش اخبار و گزارش‌ها درباره نمایشگاه آثارش مورد توهین و تهدید قرار گرفته است. این نقاش جوان می‌گوید که آثارش پیشتر در سال 2016 در کنار کارهای یک طراح تاجیک در وین اتریش به نمایش درآمد بود. اما حالا او برای نخستین بار تصمیم گرفته تصاویر زنان نیمه برهنه را در شهر دوشنبه به نمایش بگذارد. خبرنگار ما سهراب ضیا پای صحبت‌های این نقاش جوان نشسته که به باور برخی در هنر نقاشی در تاجیکستان انقلابی به پا کرده. من معرفت دولتوا هستم، 25 ساله هستم و در تاجیکستان در شهر دوشنبه کار زندگی میکنم. цель данной выставки. هدف من دعوت از جامعه برای درک این نکته است که صرف نظر از اینکه زن در کوهستان، روستا یا شهر زندگی کنه، نماد زیبایی است. حتی اگر برهنه تصویر شده باشه، کاملا مبتذل نیست، بلکه زیبا و طبیعیه. به همین دلیل من میخواستم برخورد جامعه نسبت به زنها تغییر کنه و اونها چنین تصویرهایی رو به عنوان یک نوع زیبایی بپذیرن، نه به عنوان موضوع وسوسه برانگیز. من خودم بارها رفتار بد مردها رو نسبت به زنها دیدم که چطور به اونها حرفای بسیار بدی میزدن و یا به اونها حمله میکردن. من این رفتارها رو دوست نداشتم. در این نمایشگاه 24 اثر از من به نمایش گذاشته شده. در این آثار نه تنها زنان برهنه، بلکه زنانی که در کوهستان زندگی میکنند هم به تصویر کشیده شدند. من چین و چروک و زیبایی های دوران کهولت رو هم به تصویر کشیدم. همچنین زنان نیمه برهنه مانند رقصنده های باله رو تصویر کردم. عنوان کارهام نشون میده که زنان با چه دشواری های روبرو هستن. البته پیدا کردن مدل ها برای مشکل بود، زیرا زنهای ما راضی نمیشن تا تصویر اونها برهنه کشیده بشه، چون میدونن که جامعه چه واکنشی به اونها نشون خواهد داد. به همین دلیل آشناها و دوستامو به تصویر کشیدم و چهره هاشون رو کمی تغییر دادم تا کسی اونها رو نشناسه. این کار من نگاه نام داره. در این اثر یک رقصنده باله رو کشیدم که با اشتیاق تمرین میکنه و در مقابل مخاطب قرار میگیره. اون به مخاطبانش اینطور نگاه میکنه، چون از نگاه اونها خوشش نمیاد، همونطور که ما از نگاه جامعه راضی نیستیم. این برای رقصنده بسیار سخته. بعد از انتشار گزارش‌های درباره این نمایشگاه در شبکه‌های اجتماعی از من زیاد انتقاد شد. اگر بخوام واقعیت رو بگم، اصلا انتظار نداشتم چنین واکنش‌های منفی به کارهای من بشه. فکر نمی‌کردم اینقدر زیاد نسبت به کارهام واکنش نشون داده شه. کمی شوکه شدم. بار اول نیست که با چنین وضعیتی روبرو میشم.
Так как я уже решила работать в этом направлении. من به عقب برنخواهم گشت و تصمیم گرفتم که حامی بدن زن باشم. واکنش های منفی جامعه روی این تصمیم تأثیری نخواهد داشت و من به کارم ادامه خواهم داد. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.